قاسم شعله‌سعدی فعال سیاسی و نماینده پیشین مجلس و همچنین از امضا کنندگان نامه به رئیس جمهور چین از تهران همراه ما هستند. آقای شعله‌سعدی، وزارت خارجه ایران گفته سندی که امضا شده توافق نامه نیست، بلکه نشان دهنده اراده سیاسی همکاری بین جمهوری اسلامی و چین. شما زمانی نماینده مجلس بودین، از نظر شما این سند چه مبنای حقوقی داره؟ توافق نامه است، معاهده است، و چرا برای تصویب به مجلس ارائه نشد؟ با عرض تسلیت به ملت غارت شده ایران به خاطر امضای این قرارداد ننگین که خاطره های ترکمنچای و گلستان رو زنده میکنه و به لحاظ حقوق بین الملل هر تعهدی که بین دو کشور دو دولت ایجاد بشه صرف نظر از اینکه اسمش توافق باشه، معاهده باشه، قرارداد باشه، پکت باشه، هر چی باشه، اون تریتی و یعنی معاهده تلقی میشه. بنابراین این بازی با کلمات رو باید کنار گذاشت و مسئول این کار هم شخص خامنه ای هست، زیرا این یکی از مصادیق بزرگ و بارز سیاست های کلی نظامه که طبق اصل 110 قانون اساسی در حوزه وظایف و اختیارات رهبر تلقی میشه. ضمناً چون از قبل اینا تدارک دیده بودن که چنین توطئه‌ای رو و خیانتی رو نسبت به ملت ایران و نقض حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال کشور بکنن، از قبلش تدارک دیدن که یک مجلس فرمایشی رو شکل بدن که این مجلس چنین خیانتهایی رو تصویب کنه. لذا من اینجا به ملت ایران هشدار میدم که این قرارداد چون مخالف منافع ملی ایران هست و در تضاد با چند اصل قانون اساسی است، از جمله اصل نهم، اصل 152 و اصل 153، لذا مجلس نباید این رو تصویب کنه. اما این مجلس، مجلس خودفروخته است که اولین بیانیه‌ای که صادر کرد بعد از شروع به کار گفت که میخواد در چارچوب منویات رهبر اقدام کنه. لذا فقط مردم ایران هستن که میتونن از شرف خودشون دفاع کنن و من فراخوانی دادم برای 12 فروردین. میدونید که خامنه ای ضمنی که اون مجلس رو شکل داده این امضا رو هم بی سر صدا در ایام تعطیلی نوروز و گرفتاری های متعدد مردم که در حال غفلت از این توطئه و این خیانت بودن امضا کرده و لذا به خیال اینکه این تعطیلات اجازه نمیده که مردم اعتراضات خودشون رو علنی بکنن، ولی مردم ما مردم با غیرتی هستند، با غرور هستند، اجازه نخواهند داد که به خاطر تعطیلاتی که هیچ لطفی هم براشون نداره این قضیه ماستمالی بشه. لذا من پیشنهاد کردم که 12 فروردین که روز ننگین جمهوری اسلامی هست رو مردم ما از همه اقوام و همه مذاهب، کل آحاد کشور دست به اعتراض بزنن و به ویژه نیروهای مسلح ما، سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، بسیج، اطلاعات و غیره، که 8 سال دفاع کردن از این خاک و اجازه ندادن که دشمن تعدی به این خاک بکنه و یک وجب از خاک ایران رو بگیره، الان نباید اجازه بدن که خامنه ای خائن این مملکت رو در زمان صلح به خارجی و به اجنبی بفروشه. لذا مسئولیت نیروهای مسلح ما در این زمینه بسیار زیاد است که من درخواست میکنم که برای دفاع از حقوق از خون همرزمانشان، صدها هزار همرزمشون که برای تمامیت ارضی این کشور و استقلال کشور باید دست به کار بشن و مردم به پایان رسید. آقای شعله‌سعدی، قاسم شعله‌سعدی فعال سیاسی و نماینده پیشین مجلس از تهران، ممنونم از شما.